سلام دوستان گلم، میخوام براتون کوکوی گرد و بادمجون درست کنم که یه غذای کامل و خیلی خوشمزه هستش. خب یک عدد بادمجون رو من پوستش رو گرفتم و به این قطعات خوردش کردم، داخل آب سرد گذاشتم به جوش بیاد رو حرارت خیلی بالا. زمانی که به جوش اومد 5 دقیقه به جوشه کافی هستش، در حدی که تلخی بادمجون گرفته بشه. یه مقدار سبزی خرد شده دارم، از قبل داخل یخچال بودش، که مخلوط از ساقه‌های اسفناج، گشنیز و جعفری هستش. اونو بهش اضافه میکنم همین الان. و بعد از اینکه اضافه کردم سبزی رو به بادمجون، بلا فاصله از رو حرارت برش میدارم، آبکشش میکنم، میذارم یه مقداری خنک بشن. داخل این قابلمه کوچیک یه مقداری روغن ریختم، گذاشتم داغ بشه روغن و یک عدد پیاز بزرگ و خلالی خوردش کردم و با این روغن سرخش میکنم. خب دیگه از رو حرارت برش میدارم پیازو. 100 گرم گردو دارم و اینو چرخش میکنم، یعنی که خوردش میکنم. ریز خورد شد. این تخم مرغ 6 عدد هستش، چون تخم مرغی که من ازش استفاده میکنم خیلی کوچیکه. در واقع 2 عدد تخم مرغ متوسط یا بزرگ کافی هستش. اینا رو یه مقداری نمک میزنم و همیشون میزنم که باز بشن. بادمجون و سبزی که داشتیم رو بهش اضافه میکنم. و همینطور پیاز سرخ شده رو بهش اضافه میکنم. یک سوم قاشق غذاخوری پودر تخم گشنیز رو بهش اضافه میکنم، به همون اندازه فلفل قرمز، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، یک سوم قاشق غذاخوری پاپریکا و به همون اندازه نمک و اینا رو خوب مخلوطش میکنم. خب دیگه یه مقدار روغن ریختم داخل ماه تابه و گذاشتم داغ بشه و الان
از این موادی که آماده کردم و نصفشو میریزم داخل ماهیتابه. و الان گردو رو میریزم. اگر که دوست داشتید گردو هم نخواستید بریزید نریزید، اما خیلی خوشمزه میشه با گردو. حرارت گاز رو متوسطش کردم که آروم آروم بپزه و الان باقی مواد رو روش میریزم. برای افرادی که رژیم کتو هم داره این فوق‌العاده است. الان یه چند تا سوراخ وسطش ایجاد میکنم و یه درپوش میذارم با دم کن که مثل برنج یک ربع دم بکشه. خب الان اینو من برگردونش میکنم، اینو میذارم روش، برش میگردونم. خب الان که برگردونش کردم دیگه در پوش نمیذارم چون که خمیر میشه. 5 الی 10 دقیقه دیگه از رو حرارت برش میدارم. دوستان نازنینم اینم غذای ما آماده شدش، امیدوارم که خوشتون بیاد، شما درست بکنید و از خوردنش لذت ببرید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.